سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته فیلم نامو ساخته نادر ساییور. در واقع زبان است که چیزی را از اخفا بیرون می آورد. گفتگو با محمد جواد خاوری درباره رمان بود و نبود و نگاهی به آثار هنری خلق شده در زندان. فیلم نامو اولین ساخته بلند نادر ساییور اخیراً در دو سالانه تصویر متحرک در فرانکفورت به نمایش در اومد. قبل از اون هم در جشنواره‌های متعددی از جمله جشنواره فیلم برلین روی پرده رفته بود. نامو در کردی یعنی بیگانه و شخصیت‌های فیلم به سه زبان آذری، کردی و فارسی صحبت می‌کنند و داستان هم در شهر تبریز می‌گذره. نادر ساییور فیلمنامه نویس هم هست و دو سال پیش فیلمنامه‌ای که به طور مشترک با جعفر پناهی برای فیلم سرخ نوشته بود جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن رو گرفت. تماشا با نادر ساییور درباره نامو گفتگو کرده. همینه بختیار؟ آره، سوام همین دو نفر بودن. فکر میکنی کجا رو دید میزنم؟ نمیدونم، همه اطراف رو نگاه میکنم. داستان فیلم نامو در مورد حضور یک ناشناس در یکی از محله‌های سنتی یکی از شهرهای شمالی ایرانه. این ناشناس یک اتومبیل با دو سرنشین که هر کدوم از اهالی این محل به خاطر حضور این اتومبیل دچار تنش در خانواده و در بین افراد خود محل شدند. این ماشین درست روبروی خونه ما پارک می‌کنه. یا با من کار دارن یا با شما. من که رفتم باشون حرف زدم. بابا شما یه قدمم بر نداشتی نرفتی یه کلمه با این حرف بزنی. خب اگر کسی با من کار داره اون باید بیاد سراغ من. من که نباید برم پیشش. ایده اصلی این فیلم در حقیقت از یکی از داستان‌های چخوف بود و متعاقب اون در من تحت تأثیر یکی از فیلم‌های پرویز صیاد بودم به نام فیلم بن‌بست. حضور یک ناشناس سر کوچه و اینکه یک دختر فکر می‌کنه این ناشناس خواستگار اونه و در نهایت متوجه میشه که نه تنها برای خوشبختی اونجا حاضر نبوده بلکه موجب به نوعی بدبختی در خانواده اونم شده. این دوتا در حقیقت نقطه تأثیر من برای ایده و طرح فیلم نامه بود. با استاد پناهی در مورد طرح فیلم مشورت کردم، ایشون هم طرح رو پسندیدن، با هم فیلم نامه رو پیش بردیم و بعد از حدود 3-4 ماه فیلم نامه نهایی آماده شد. Geç koç sesle çura. Tağı sefaz ben gittim de bizi de fahmi sütürü. Sen sen hemen çöğün bir dakika. Ağa şiirem, ağa şiirem. Sana şimdi gelersen bura. Ot karabanda kıç olsundur. İşi bir gör, istirahatı böyle. Müşterilerine niye olucu berkut değilsin? Adam değilsin be sen. Bana bak, sip çeyecek bak. Sen olalım, ne şimdi? Çıkıp ben sabrımın üstünde de iyice cedirler. Baba cedi hesapta ve lavat. Başımı koy karabanda, yat hesapta amcuk. Ben de hanım dağırım ki hesapta masum yap. Diyem çıksınlar üstünde. اصل اساسی برای من در انتخاب نقش‌های فرعی این بود که شخصیتی انتخاب کنم که منطبق با شخصیت فیلمنامه باشه. حتی اگر لازم بود در بعضی از جاها ما دیالوگ‌ها رو تغییر می‌دادیم و به بازیگر می‌گفتیم خودت اگر در این صحنه بودی چی می‌گفتی؟ ایشون حرفاشو می‌زد و ما دیالوگ‌ها رو تغییر می‌دادیم. همین بختیار جان، این یاسین تقلب کرده. خودش هم پشید. آدمیزاد جاجر خطاست دیگه. بخشو باید از تو یاد بگیره. من نمیدونم چی کار میخوای بکنی، اما صلاح میدونم نمرشو بدی. ما کاری کردیم شاگرد اول مدرسه بشه. روز اولم به باباش قولشو دادیم. حالا اگه نمرشو نخوای بدی، عقب میفته. بقیه چی؟ حق اونا چی میشه؟ برای بازیگر نقش اصلی که چالش بزرگ ما بود، دستیار منای ایرانزاد، یکی از بازیگران شهر مهاباد رو به من معرفی کرد. من فیسش رو که دیدم همون اول اصلا فکر نمی کردم مثلا این کرد باشه یا چی باشه، فقط برام مهم بود که غریبه باشه و حتما می خواستم که زبان ترکی رو بلد نباشه و وقتی اونا ترکی حرف می زنن این نگاهش، بهتش واقعی در بیاد. آرزا گردش ترکی نیلگشه باشه توش می شه.
imkan olsa Farsça danış bu da bilsin neredeyse. Ben Farsça yaxşı danışım bəram. Yalnız sözümü yetirəm bəram. Ha, bizə rahat baş edir. Ha, sən rahat ol, söhbət belə. Ha, Bəxtiyar, bir bəxşi da. Arıza türkçə söhbət imkanən. Bədən sər fürsət asulət birləşmə tərcümə imkanən. Buyur arıza, rahat. Bəd digə intiqabəş kərdim o, vəxti ki umad, didəm ki, çəqət şans avurdam, çün توانایی خیلی زیادی داشت، اهل فن با درک فراوان و عمیق و باهوش، اینا همش شانس من بود. همونو برای آقا جون میخونی؟ همونو بخون. بله، چشم. لپردی سور بولا و هاو پوزی حلدا و Pau poza reizera ya pawa nite kerawa. بحث قومیت اصلا تو فیلم نامو یک بحث محوری نیست. این چیزی که شاید در اوایل دچار بدفهمی شد، یعنی اگر این یک کرد نبود میتونست یک شمالی، میتونست یک مشهدی، میتونست یک عرب، اصلا از یک شهر دیگه ای که در تبریز اومده به ناب دلایلی و اینجا غریب است. برای همین اصلا قومیت و اینا اینجا فقط صرفا کار کرده دراماتیک داشت برای من. از همون اولش من برای فضاسازی این فیلم نقطه‌ای که همیشه توی ذهنم داشتم این که وفادار باشم به اتفاقاتی که اطراف خودم میفته و رئالیسم موجود در همون نقطه‌ای بود که داستان در اونجا اتفاق میفته. یعنی اگر به صحنه‌ای میرسیدم که فکر میکردم خیلی به قول دوستان سینماییه ولی اتفاق نمیتونه بیفته در اون منطقه، من از اون صحنه میگذشتم. همیشه سعی کردم که این رئالیسم محض رو در حقیقت رعایت کنم. دوربین هیچ وقت به صورت محسوس دیده نشه، بازی بازیگران محسوس نباشه و همه چیز آنگونه ای باشه که همه ممکنه که هر کسی که توی جامعه ایران و توی جامعه فضای فیلم زندگی کرده با دیدن فیلم فکر کنه که این اتفاق دقیقاً کنار ایشون افتاده و ما فقط سرمونو برگردوندیم و اتفاق رو دیدیم ولی ایشون هیچ وقت یا فرصت نکردن یا سرشونو بر نگردوندن. بختیار کیوی تدابه، دریای تدابه، خانه و کشبه. محمد جواد خاوری نویسنده و پژوهشگر اهل افغانستانه که رمان تازش به نام بود و نبود به تازگی در کابل توسط نشر تاک منتشر شده. از آقای خاوری تاکنون دو رمان و دو مجموعه داستان چاپ شده، به علاوه چندین کار پژوهشی درباره فرهنگ عامیانه هزاره ها در افغانستان. بیشتر داستان‌های آقای خاوری از اسطوره‌ها و فرهنگ عامیانه هزاره ها الهام گرفته، اما در کتاب تازش آقای خاوری داستان خلقت رو بازگو میکنه. افسانه خلقت در این کتاب توسط یک قصه‌گو بازگو میشه. قصه‌گویی که میگه پیش از آن که هستی در رویای خداوند تجلی پیدا کند، در قصه من خلق شد. محمد جواد خاوری از شهر اورسن در نروژ مهمان تماشاست. آقای خاوری، چطور شد که به فکر بازگویی افسانه آفرینش افتادید؟ در قصه آفرینش یا در قصه های آفرینش بشر سعی میکنه که به پرسش های بنیادی و اساسی خودش پاسخ بده. پرسش های از قبیل این که خدا چیست، انسان چیست، طبیعت چیست و چه نوع رابطه بین اینها وجود داره. این پرسش ها از بدو تولد بشر با بشر همراه بوده و بشر البته در مقاطع مختلف سعی کرده است که به شیوه های مختلف به این پرسش های خودش پاسخ بده، که یکی از این شیوه ها که فکر میکنم مهمترین شیوه ها هست اسطوره هست و مهمترین اونها اسطوره آفرینش
به همین خاطر قصه آفرینش را انتخاب کردم و سعی کردم که با یک بازروایی یا بازسازی از این قصه مجدداً به طرح اون پرسش‌های اساسی و اون پرسش‌های بنیادین بپردازم. قصه‌گو در افسانه آفرینشی که شما خلق کردید نقش انگار بالاتر از خداوند داره. قصه‌گو داره میگه که اگر من نبودم جهان هستی هم نبود. انگار که جهان و حتی خداوند هم با قصه خلق میشه. ممکنه در این باره توضیح بدین؟ من به جادوی زبان باور دارم و معتقد هستم که زبان قصه و روایت است که همه چیز را خلق میکند. بشر تنها قصه گوی عالم هست. او با هر قصه اش جهانی را خلق می کند و با قصه دیگرش جهانی را ویران می کند. در اینی که هستی چیست؟ ذات خداوند چیست؟ ذات انسان چیست؟ بشر چیز دقیقی نمی داند. بشر با قوه ناطقه و با نیروی زبان و با قابلیت قصه است که می تواند خدا هستی و طبیعت را از پرده ابهام بیرون بیاورد. در واقع زبان است که یا چیزی را از نیستی هست می کند یا چیزی را از ابهام و از اخفا بیرون می آورد. پس این که ما می گوییم همه چیز در زبان خلق می شود، حتی خداوند، به معنای این است که زبان است که می تواند هر چیزی را قابل فهم و قابل شناخت کند. بود و نبود داستان آفرینش رو بر اساس سنت اسلامی بازگو میکنه، اما به نظر میرسه که از اسطوره ها و تصویر خدایان تو فرهنگ های دیگه هم الهام گرفتید. مثلا خداوند مانند خدایان یونانی یا رومی حسود، عاشق، غمگینه و حتی تنهاست. ممکنه در این باره توضیح بدید؟ بشر وقتی که میخواهد خدا را خلق کند مدلی جز خودش نداره. به همین خاطر خدا را از روی شخصیت و منش خودش میآفرینه و سعی میکنه که صفات و ویژگی های خودش به خدا بده. یعنی به این معنا که خدایی که در دین اسلام هم از آن تعریف میشود یا خدایی که معتقدان به دین اسلام هم به اون باور دارند، خدای انسانوار است. یعنی ویژگی های اخلاقی و صفات انسانی به یک نحوی در آن متجلی است. خدا جبار است، خدا قاهر است، خدا مهربان است. پس خیلی فرقی نداره. در ضمن این که من وقتی که به این اسطوره آفرینش پرداختم، به این قصه آفرینش را نقل کردم، مطلق خدا مد نظرم بود، نه خدای یک دین و آیین خاصی. این خدا میتواند خدای اسطوره های یونان باشد یا خدای اساطیر شرق دور باشد یا خدای ادیان خاورمیانه ای باشد. در جایی گفته بودید که دغدغه مذهب دارید و تاکید کرده بودید که این به معنی مذهبی بودن نیست. میشه بیشتر توضیح بدید که این دغدغه مذهب چطور در کارتون خودشو نشون میده؟ منظورم از دغدغه مذهب، دغدغه کارکرد و تأثیر مذهب است. به خاطر اینکه درگیر جامعه هستم و مذهب از جامعه جدایی ندارد. مثلا در کتاب تلسمات مهمترین و برجسته ترین شخصیتش ملا یعقوب است که نماینده مذهبی هست و تمام مسائل جامعه و مردم رجوع میکند به این شخصیت و به یک نحوی حل مشکل و مسائلشان را از این شخصیت میطلبند. از خودتون نقل میکنم که گفته بودید زندگی هر فرد نه از زمان تولد خودش بلکه از زمان تولد آبا و اجدادش شروع میشه. آیا اعتقاد به این موضوعه که باعث شده برید سراغ گردآوری ادبیات شفاهی و داستانهای عامیانه مردم هزاره؟ بله، دقیقا همین طور است. مردم هزاره مردمی است که بیش از یک قرن هست در انکار و در معرض تبعیض متاسفانه
قرار دارد. امروز هم اگر که یک کودک هزاره به دنیا بیاید، بار رنجی را که آبا و اجدادش بردوش داشتند بردوش خواهد داشت. با این درک من به سراغ داشته ها و ارزش های فرهنگی مردم هزاره رفتم تا این ارزش هایی را که مدام نادیده گرفته شده و انکار شده است، این ارزش ها را بازگویی و بازشناسی بکنم، چون معتقد هستم که فرهنگ یک قوم تنها تعلق به خود اون قوم نداره، بلکه جزء فرهنگ جامعه بشری هست. و اینم میدانیم که فرهنگ عامه یا فولکلور متاسفانه در حال فراموشی و در حال نابودی هست، یعنی در مقابل تفکر جهانی سازی در حال از بین رفتن هست. و من وظیفه خود میدانستم تا جایی که در توانم هست این بخشی از فرهنگ بشری را از فراموشی نجات دهم. آقای خاوری، ممکنه چند خط از کتاب بود و نبود برامون بخونید؟ بهشت را از آن جهت ترک کرده بودند که در آن عشق نبود. خداوند گفته بود که عشق با رنج همراه است و چون در بهشت رنج نیست، لاجرم عشق هم نیست. اما او و حوا تشنه عشق بودند. آنان دوگانه آفریده شده بودند و به یکدیگر کشش داشتند. بدین سبب آسایش بهشت در فقدان عشق برایشان دلپذیر نبود. آنها می دانستند که زمین مهنت سراست، اما مهنت زمین را در بدل عشق آرزو کرده بودند. پس باکی نبود اگر رنجی بود. رنج در صورتی آزار دهنده است که ملازمی نداشته باشد، اما اگر رنج لازمه عشق باشد، جزی از عشق خواهد بود. اونگاه چنان که عشق خواستنیست، رنج نیز خواستنیست. مهران مهاجر یکی از عکاس‌های پرکار و شناخته شده ایران در دو دهه گذشته بوده. گالری امروز در اصفهان نمایشگاه از کارهای دهه 90 شمسی او برگزار کرده که برخی از مهمترین مجموعه های این هنرمند رو در بر می‌گیره. نمایشگاه مرور کارهای مهاجر از مجموعه های خطوط و چیزها، بیچیزی، بین و لابین و هوای زمین انتخاب شده که همه این مجموعه ها در سالهای گذشته به نمایش در اومدن. عکس‌های مهاجر گاهی با نزدیکی زیاد با سوژه و جزئیاتش از جنبه سرراست و بازنمایانه عکاسی فاصله می‌گیرند. او یا دوربین رو به موضوعش بیش از حد نزدیک می‌کنه یا لنز رو به سمت جایی نشانه می‌ره که چیز چندانی برای ثبت کردن وجود نداره. این تمهیدها بیان تازه‌ای رو به کار مهاجر میده که حاصل توجه به پیشینه سنتی عکاسی و جستجوی بیان‌های تازه این رسانه است. در یک از کارهای مجموعه بیچیزی، دوربین رو چنان به یک صفحه پوسیده نوشته نزدیک کرده که به زحمت میتونیم تشخیص بدیم موضوع عکس چیه. عکس‌های مجموعه هوای زمین آخرین کارهای مهاجره. در این عکس‌ها دوربین مهاجر آسمان، گوشه‌های پنجره و نماهای بازی رو به تصویر کشیده که گاهی با لرزاندن دوربین یک تصویر رنگی محو رو شکل میدن. و گاهی فقط ردی از انعکاس‌های تصادفی رو میشه توی اونها تشخیص داد. آرت
آرتور کوسلر نویسنده ظلمت در نیمروز برای خوانندگان فارسی زبان نام آشناییه. این نویسنده مجار که بعضی از آثارش به فارسی هم ترجمه شده، 40 سال پایان عمرش رو در بریتانیا گذروند و سالها در این کشور برای لغو مجازات اعدام مبارزه کرد تا اینکه مجازات اعدام در سال 1965 در بریتانیا لغو شد. از کارهای دیگه کوسلر تأسیس بنیادیه برای تشویق زندانیان به خلق آثار هنری. بنیاد کوسلر هر سال به زندانیان در رشته‌های مختلف هنری جایزه میده و نمایشگاهی از آثار اونها برپا میکنه. گزارشی ببینید از نمایشگاه اخیر بنیاد کوسلر. آثاری که اینجا میبینین کار هنرمندایی که به دلایل مختلف در بندن. نام نمایشگاه من دیگره و برگزار کنندش طبق معمول هر سال بنیاد کسلر آرتزه. کارها عموماً از آثار زندانیان زندانهای نقاط مختلف بریتانیاست و در یک مورد از خارج از بریتانیا. هر سال یه فرد اهل هنر آثار رو انتخاب میکنه و امسال سویتو کینچ که موزیسین و ساکسیفونیست سبک جازه کارا رو انتخاب کرده. نام نمایشگاه رو هم خودش انتخاب کرده. عنوان نمایشگاه من دیگره و دو وجه برای این اسم گذاری هست. اول اینکه میخواستم بگم که فرد میتونه از فضایی که جسمشو محدود کرده فراتر بره، همونطور که در خیلی از این آثار قدرت تخیل انسان و محدود نبودنش به جبر محیط مشهوده. و دیگه اینکه در کارهایی که انتخاب کردم اشاره به لایه‌های مختلف وجود انسان و چند وجهی بودن خود انسان مرتب به چشم میخوره. سویتو همونطور که گفت از من دیگر چند منظور داشته، ولی یکی از مهمترین جلوه‌های این اسم در تعداد پورتره‌هایی که برای نمایش انتخاب کرده. در نمایشگاه من دیگر ما پورتره‌های زیادی داریم که همه به نوعی گذار یک انسان از یک شرایط روانی رو به شرایط روانی دیگه نشون میده. خیلی اسم با مسماییه، چون تو کار هنرمندان دربند ما این توجه به امکان تغییر کاملا به چشم می‌خوره. از طرفی جامعه هم معمولاً به شکل خاصی به دنیا نگاه میکنه و به شکل خاصی اونا رو چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ رفتاری قضاوت میکنه و خلق این آثار و نمایشش برای زندانیان راهیه که خودشون رو از قاب این تصور غالب بیرون بکشن و بگن من قادرم تغییر کنم. از نظر تکنیک هنری گاهی آثار این زندانیا با کار هنرمندان مطرح برابری میکنه. تابستون گذشته کار 4 تا از هنرمندامون برای نمایش در آکادمی سلطنتی هنر بریتانیا که از اعتبار خاصی برخوردار انتخاب شد. گاهی هم شده که هنرمندامون بعد از آزادی به دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های هنر میرن و ما اینجا توی بنیاد کسلر آرتز ازشون در این راه حمایت میکنیم و کمکشون میکنیم تا بتونن کار هنری رو ادامه بدن. بنیاد ما رو در سال 1962 فردی به نام آرتور کسلر تأسیس کرد. شاید کسلر رو بشناسین. خودش آدم جنجالی بود و بارها به زندان افتاده بود. اون به تجربه فهمیده بود که چقدر مشغولیت به هنر توی زندان به زندانی کمک میکنه، چون خودش توی زندان مینوشت. اون وقتی از زندان آزاد شد، در کنار فعالیتش در کمپینی که بر علیه مجازات اعدام داشت، این بنیاد رو هم تأسیس کرد. It's a annual competition for prisoners of both sexes and all ages in prisons for hostels and in what are they called? Special hospitals, you know, Broadmoor and so on. And the competition is in literature, painting and model making, and music. But the idea, of course, was to combat the death of the spirit in a prison, you know, which privileges in food and so on can never counteract. And if you have been in jail yourself, then you know.
هدف ما از اون روز تا به حال تغییری نکرده. تنها تفاوت اینه که اولین مسابقه و نمایشگاه کسلر در یک کتاب فروشی برگزار شد و 300 نفر شرکت کننده داشت. و امروز ما تو مجموعه معتبر ساوت بانک سنتر هستیم و 8000 شرکت کننده داریم. ولی همونطور که گفتم هدف هنوز همونه که تو سال 1962 بود. حمایت از افراد دربند و کمک به اونا از طریق هنر. ما اطمینان داریم که کار هنری و شرکت توی این نمایشگاه برای هنرمند زندانی عزت نفس و اعتماد به نفس میاره. به قدرت هنر و تأثیر مثبتش روی زندگی افراد هم خوب واقفیم. در بیشتر موارد هنر به فرد کمک میکنه که از مشکلات گذر کنه و با ایجاد تحول درونی زندگیش رو عوض کنه. ما از نزدیک دیدیم که هنر چطور به بعضی از زندانی‌ها کمک کرده که دوره زندان و زندگی بعد از آزادیشون رو راحت‌تر بگذرونن و زندگی کنن. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی دوباره ببینید و گزارش هاش رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.